خدمتش به 5000 سال پیش میرسد. خانه های قدیمی که هنوز هم پابرجایند. از سنگ، ساروج و گچ بوده. و طبیعت زیبایش. در واقع این روستا منحصر به فرد است، چون ساختمانهایش بسیار قدیمی اند و طبیعتش بکر و زیبا. همه اینها دست به دست هم دادند تا بافت تاریخی طبیعی روستای قلات در 36 کیلومتری شمال غرب شیراز در فهرست آثار ملی قرار گیرد. شاخصهای معماری که توی این روستا داریم، روستای متراکم و در هم تنیده‌ای هست که از مصالح بوم‌آورد استفاده می شده. این روستا از معدود روستاهایی است که از پیش از اسلام تا دوره زندیه در آن آثار تاریخی وجود دارد. این نخستین و ساده ترین محراب است که با ورود اسلام به قلات در اینجا ساخته شده است. امام جماعت می ایستاده و مردم در همین فضای کنار درختها می ایستادن و نماز رو به جا می آوردن. اما در مرکز روستا این مسجد با یک گلدسته و کاشی‌های لاجوردی معماری دوره صفویه را نشان می دهد. پایینش از یک چهارتاقی تشکیل شده و بالاش یه سالن یه تکه هست. از دوره قاجار بقایای دو آسیاب قدیمی و از دوره زندیه نیز بقایای این حمام به جای مانده. ما آسیاب ها، کلیسای قدیمی و کوههای این روستا رو دیدیم و خیلی لذت بردیم. اما در ضلع شمالی این روستا کلیسایی وجود دارد که پس از جنگ جهانی اول ساخته شده است. منطقه تجاری بوده قلات برای رهگذرهای مسیحی که بتونن در واقع برای اینجا به عبادتشون برسن ساخته میشه، که یک سرسرا و دو اتاق تو در تو شامل میشه و طاق و تویزها از شاخصهای معماری این بنا هست. حالا با قرار گرفتن قلات در فهرست آثار ملی و وجود 12 اثر تاریخی در آن، تنها جای پایگاه میراث فرهنگی برای مرمت این آثار خالی است.